به پادکست گرد آتش خوش اومدید این پادکست دریچه چهی ای هست به تجربیات آموخته های من تجربیات آموخته های هیچی از ما وحدت موضوعی ندارد پس چیزایی که تو این پادکست ازشون حرف میزنم ممکنه وحدت موضوعی نداشته باشم اما همیشه از چیزایی صحبت میکنم که شدیدا بهشون علاقه مند درود عزیزان محمد تماسبی هستم با یک دیگر از قسمت های گرداتش در خدمتونم همینجور که اعتمالا از روی پست های اینستاگرامی اخیرم دیدید یک کارت صدایی رو اخیرا سفارش دادم و به دستم رسیده و این قسمت رو دارم با اون کارت صدا ضبط میکنم امیدوارم که کیفیت صدا به طور قابل لمسی نسبت به قسمت های قبلی بهتر شده باشه قسمت های قبلی رو با هدفون معمولی خودم ضبط کردم و هدفم بیشتر این بود که دست, دست نکنم و هرچه زودتر کار رو شروع بکنم و خوشبختانه استقبال خوبی بود ترغیب شدم به پیشرفت کار در راستای همین سیاست دست دست نکردن خواستم که داشتن یا نداشتن لوگو هم برام مانعی نشه و یکم که گذشت حتی فکر میکنم قسمت اول رو بیرون داده بودم که اومدم با یه برنامه رایگان و با یه چند تا ویدیو یوتیوب با یه مش دستکاری و اینها تونستم یه لوگویی رو درست بکنم در حد بخور نمیر اما همین اخیر سفارش لوگوی رو دادم یه لوگوی واقعی از یکی از تصویرگرهای بسیار خوب مرجان صادقی ملقب به مرجیلا و این که اسمشو میارم به خاطر تبلیغات نیست به این خاطر نیست که اسپانسر برنامه شده باشه فقط و فقط دارم به خاطر کیفیتش نامش رو ذکر میکنم و بسیار بسیار معکدن ایشون رو پیشنهاد میکنم خب حالا میپردازیم به موضوع این قسمت در ابتدای امر تصمیم داشتم که در مورد کلسترول صحبت بکنم و رابطه کلسترول و رژیم کتوژنیک و اینکه این رژیم چه تغییراتی رو توی سطوح کلسترول میده و آیا اینکه رابطه بین کلسترول و بیماری های قلبی و عروقی هست یا نه و اینکه کلسترول چه مزایا و ضروریت هایی برای بدن داره اما از اونجا که داریم به ماه رمزون نزدیک میشیم لازم دیدم که در مورد روزه صحبت بکنم مخصوصا که این روزه توی فضای مجازی و غیر مجازی یه نزایی در میگیره بین کسایی که موافق با روزه هستن و کسایی که مخالفش هستن صدا سیمای جمهوری اسلامی همیشه میگفته که روزه خوبه همیشه با پزشکای مختلف مصاحبه میکنه و میگه که روزه واسه سلامتی مفید و ضروری و این هاست و از طرفی هم رسانه های معاند میگن که روزه واسه سلامتی بده اینکه ساعتها غذا نخوریم برای سلامتی بده و کاملا نظر مخالفی دارن پاسخ کوتاه اینه که نه این طرف حرفش علمی هست نه اون طرف حرفش علمی است. هر کدوم با یه سوگیری و تعصبی دارن به قضیه نگاه میکنن در واقع روز خوبه به شرطها و شروطها و روز بده باز به شرطها و شروطها توی قسمت های قبلی از چیز سخن به میان آوردیم به اسم intermittent fasting یا روزه متناوب یا روزه منقطع وقتی که شما رژیمی که رو دنبال میکنید چون که عمده غذاتون از چربی هست سیری مانایی رو خواهید داشت مثل رژیم های دیگه نیست که به خودتون گرسنگی بدید سیری مانا و واقعی رو خواهید داشت و به همین خاطر میتونید ساعتهای زیادی رو بدون گرسنگی بدون هیچ گونه شکنجه سپری بکنید به خاطر همین میتونید ساعتهای زیادی رو غذا نخورید و وقتی که ساعت های زیادی غذا خورده نشه وقتی که مثلا به 16-17 ساعت اینها میرسه یه فوایدی رو واسه بدن داره اما این که توی موقع غذا خوردن هم چه غذایی مصرف میشه اهمیت داره این نیست که ما هر غذایی رو که دوست داشتیم بخوریم و بعد با غذا نخوردن وقتی که به 16-17 ساعت رسید از مزایاش هم بهره ببریم نه نوع غذا هم تاثیر داره غذاهایی که متاسفانه توی ماه رمزون رسم هستن خورده میشن اصلا هیچ یک از این مزایا رو برای ما به همراه خودشون نداره وقتی که صحبت از ماه رمزون میشه چیزی که به ذهن میاد معمولا زوربیا بامی است و خرما و زیافت های افتاری با مقادیر بالایی برنج و ربنای چجریان و از آن محسنزادی اردبیلی اون دو مورد آخر خیلی خوبن ولی بقیهشون هیچ فایده برای بدن که ندارن هیچ ضرر هم دارن و اگر هم میخواین روزه بگیرین روزه رو سخت هم میکنن توی قسمت های قبل توضیح دادیم که وقتی قند خورده میشه وقتی که غذای سرشار از کربوهیدرات مصرف میشه مثل نون و برنج و سیب زمینی و اکثر این غذاهایی که توی رژیمای خیلی جای دنیا مرسومه نه فقط ما ایرانی ها ما به شدت سطوح انسولین رو بالا میبریم انسولین وظیفش اینه که قند رو به مصرف سلول برسونه و اضافیاش رو ذخیره بکنه ذخیرش چیه به صورت چربی یعنی ما هی چیزای کربوهیدرات دار میخوریم شکممون بزرگتر میشه ما هی چیزای کربوهیدرات دار میخوریم کبدمون چرب میشه ما کربوهیدرات دار میخوریم چون ذخیره چربی دیگه جایی واسه یه قایم شدن نداره رگای ما رو میبنده و با توجه به اینکه ما همیشه غذای سرشار از کربوهیدرات مصرف میکنیم بدن هیچ وقت لازم نمیبینه که سراغ اون زخیرهای چربی بره به خاطر همین هم هست که ممکنه افراد ب... به ماه رمزون به عنوان یه فرصت برای کاهش وزن نگاه بکنن اما بعد از ماه رمزون میبینین که یک کیلو هم کم نکردن این یه دلیل دیگه ای هست که رژیمایی که بر گرسنگی دادن و شکنجه دادن افراد تاکید دارن هیچ تأثیری توی کاهش وزن و سلامتی ندارن اینکه چه قدر غذا می خوریم مهم نیست، این مهمه که چه نوع غذایی می خوریم. حالا چه نوع غذایی خوبه؟ همون غذاهایی که توی رژیم کتوژنیک مجازن ما اگر بخوریم از مزایای غذا نخوردن هم بهره مند میشیم یعنی ما اگر که مثلا استیک بخوریم روشم کرا آب کنیم مدت ها سیری خواهیم داشت و غذا که نمیخوریم بدنمون رو دچار تشویش نمی کنیم و بدن میتونه یک کارای بهتری رو انجام بده و به یه سری وظایف دیگه خودش بپردازه یکی از این موارد که قبلا یه اشاره کوچیکی بهش کردیم اتافجی هست یه دانشمند ژاپنی به اسم یوشینوری اوسومی تحقیقات رو انجام میده که این تحقیقات مکانیزم های درگیر در این اتافجی رو بهتر مشخص میکنن و به خاطر همین تحقیقات سال 2016 نوبل پزشکی رو از آن خودش میکنه گروه های طرفدار روزه معمولا به این دانشمند ژاپنی استناد میکنن اما صحبتی که می‌کنن همه جوانب رو در نظر نمی‌گیره اتافجی به معنی خوردن خود هست یا به معنی خودخواری هست برای اینکه با اون خودخواری که معنی منفی داره به معنی شور زدن و هرس خوردن هست قاطی نشه ما واژه خودخواری سلولی رو به کار می‌بریم وقتی که ما حدود 16-17 ساعت غذا نخوریم بدن شروع میکنه میره سراغ اون مواد زائدی که درون سلول وجود داره و اونها رو یه طوری بازیافت میکنه مثل این کاردستی هایی که بچه ها درست میکنن از دور ها درست میکنن بعضا سلول هم میره سراغ دور ها و باهاش چیزایی به درد بخور درست میکنه به جای اینکه از چیزای دیگه استفاده بکنه اون مواد زائدی که درونش هستن استفاده میکنه و به خاطر همین یه جور پاکسازی درونش رخ میده این خودخواری سلولی تا اونجا که میدونم تنها راه ثابت شده یه افزایش طول عمره همچنین از سرطان هم پیشگیری میکنه اما جالبه که این اتافجی 16-17 ساعت پس از هر نوع غذایی صورت نمیگیره اگر ما غذای سرشار از کربوهیدرات بخوریم اول اینکه سیری مانایی نداریم و برامون شکنجه است که بخوایم چندین ساعت رو بدون غذا سپری بکنیم و تازه اگر هم بدون غذا مثلا 16 17 ساعت رو سپری بکنیم فایده ای و وارد اتافجی نمیشیم سلول ها سلولی انجام نمیدن پس از غذای کربوهیدراتی 72 ساعت لازم هست که بدن تازه وارد این فاز بشه اون هم به شرط اینکه بتونید 72 ساعت بعد از غذای پر کربوهیدرات غذا نخورید پس از غذای پر پس از برنج و نون و اینها دو ساعت نشده ما گرسنمون شده اما وقتی که غذای پر بخوریم چنین چیزی رخ نمیده و خیلی راحت میتونیم غذا نخوریم لازم هم نیست که این غذا نخوردن در طول روز انجام بشه همین که ما شب میخوابیم و طبیعتا وقتی که خوابیم غذا نمیخوریم مگر اینکه توی خواب راه بریم و بریم سراغ یخچال و یه غذایی رو انتخاب کنیم و بخوریم که خیلی شرایط پیچیده هست و شاید یه درصد اندکی از جمعیت این کارو بکنه این که شب ما میخوابیم غذایی نمیخوریم صبح بیدار میشیم این خودش یه روزه رو سپری کردیم توی انگلیسی واژه‌ای که واسه صبحانه به کار میره هست بریکفست بریکفست یعنی شکستن روزه یعنی اگر که شما این ساعت خوابتون رو هم در نظر بگیرید جزء همون 17 ساعت 16 ساعت میشه پس هرچی که با فاصله بیشتری از خوابیدن غذا بخورید و این صبحانه رو دیرترش کنید به این 17 ساعت نزدیکتر میشید مثلا فرض کنید شما از ساعت 12 میخوابید 8 صبح بیدار میشید این خودش هشت ساعت حساب شده حالا فرض کنید وقتی که دوازده میخوابید ساعت ده آخرین وعدتون رو خوردید وقتی که هشت بیدار میشید ده ساعت بدون غذا سپری شده و این خودش یه روز است حالا اگر به جای هشت صبح که بیدار میشید ده صبح غذا بخورید یعنی شما دوازده ساعت رو از شب قبل که غذا خوردید توی روزه سپری کردید همینجور این بازی زمانی رو گسترش بدید میتونید از مزایای روز بهرمند بشید لازم هم نیست در طول روز باشه در کنار این نکته باید توجه کرد که تنها عامل تحریک کننده خودخواری سلولی غذا نخوردن نیست تحقیقاتی که روی خودخواری سلولی انجام شده نشون میده که سطوح پایین انسولین و افزایش سطوح گلوکگان هستند که باعث تحریک این فرایند میشن یعنی حتی اگر ما غذاهایی هم بخوریم توی این مدت 16 ساعت 17 ساعت که سطوح انسولین و گلوکگان رو افزایش ندن باز میتونیم از مزایای این نحوه روزداری مند بشیم اگر ما چیز سرشار از کربوهیدراتی بخوریم مثلا نون و برنج و اینها اینها سطوع انسولین رو شدیدن افزایش میدن یه نموداری هست که این نمودار بسیار نمودار جالبی هست این رو توی توضیحات این پادکست گذاشتم که ببینیدش در قالب عکس هست وقتی که ما کربوهیدرات میخوریم پس از مدت کوتاهی سطوع انسولینمون شدیدن بالا میره وقتی که پروتئین مصرف بکنیم مثلا گوشت سرشار از پروتئینه این سطوح انسولین به مراتب پایین تر تحریک میشن و وقتی که چربی مصرف میکنیم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده این سطوح انسولین اصلا تکون نمیخورن یعنی اگر ما چیزهای حاوی چربی بخوریم توی این مدت که پروتئین نداشته باشن کربوهیدرات نداشته باشن باز میتونیم از عمده مزایای خودخواری سلولی و غذا نخوردن بهره ببریم همچنین با وجود این که توی روزی اسلامی آب نمیشه خورد چایی یا قهوه نمیشه خورد همه این موارد توی روزه کتوجنیک مجاز هستند و جزء مبتلات روزه محسوب نمیشن چون هیچ یک از این مواد غذایی باعث ترشح انسولین توی بدن نمیشن مورد دیگه ای که اخلالی در روزداری که تجنیک نمی کنه، نمک هست نمک باعث میشه که سطوح انرژی بدن افزایش پیدا بکنه و جذب املاح بهتر بشه اگر موقع سویچ کردن به رژیم کتوژنیک دچار ضعف شدید مشکل همین پایین بودن سطوح نمکه و اگر نمک مصرف بکنید راحت این پایین بودن سطوح انرژی این کمی انرژی برطرف میشه و به حالت عادی برمیگردید این موارد تقریبا بدیهی به نظر میرسن که آب و چای و اینها اخلالی در سطوح انسولین ایجاد نمی کنن. اما چیزی که کمتر بدیهی به نظر میرسه ولی اخلال آنچنانی ایجاد نمیکنه، چربی هست یه نوع قهوه هست به عنوان قهوه بولت پروف یا بولت پروف کافی یا قهوه زده گلوله معروف هست توی این قهوه از کره و روغن نارگیل استفاده میشه و شما میتونید این رو مثلا صبح که بیدار میشید بخورید اگر قهوه مصرف میکنید یا با چایی که میخورید همین کره و روغن نارگیل رو مخلوط بکنید و یه مقدار بهش نمک بزنید هم یه سیری مانه و حقیقی بهتون میده و وعده بعدی رو دیرتر میخورید و هم اخلال آنچنانی در روزداری که تو ایجاد نمیکنه. دلیلش هم این هست که چربی سطوع انسولین رو تحریک نمیکنه و چیزی رو که برعکس انسولین هست تحریک میکنه به اسم گلوکگان گلوکگان هم باز از لوزالمعده ترشح میشه ولی کارکردش برعکس انسولینه و همینجور که گفتیم وقتی که سطوع انسولین پایین باشن و سطوع گلوکگان بالا باشن این فرایند خودخواری سلولی تحریک میشه و آغاز به کار میکنه وقتی که شما هی پشت هم غذا نخورید چند وعده غذا نخورید و غذایی هم که میخورید سطوع انسولینت رو تحریک نکنه اگر بیماری قند داشته باشید یا در شرایط پیش دیابتی به سر میبرید این بیماری هم بهبود میبخشه و حتی درمان میشه چرا؟ چون که بیماری قند یا شرایط پیش دیابتی که به، بهش میگن مقاومت انسولینی در پی ترشح زیاد انسولین صورت میگیره درست شبیه اعتیاد هست اگر یه معتاد روز اول با دو سه گرم کیفش کوک میشه دو روز که گذشت سه روز که گذشت با دو سه گرم و یه دود دو دود کارش نمیشه مجبوری که مصرفش رو ببره بالا چون که بدنش نسبت به تریاک یا هر ماده مخدر دیگه ای مقاومت پیدا کرده سلول های بدن هم همین واکنش رو در برابر انسولین نشون میدن وقتی که انسولین زیاد ترشح میشه اول بهش واکنش نشون میدن درشون رو باز میکنن و قند برای مصرف شدن وارد سلول میشه اما بعد از یه مدت با سطوح اولیه انسولین درشون رو به روی قند باز نمیکنن و لوزول معده مجبور میشه که انسولین بیشتری رو ترشح بکنه و به تدریج جای به جایی میرسن سلولا که بدن هر چقدر هم انسولین ترشح بکنه اینها هیچ مقاومت، اینها هیچ واکنشی نشون نمیدن و به خاطر همین قند توی خون باقی میمونه به مصرف سلول نمیرسه و قند خون بالا میزنه از حد مجازش بالاتر میره و اون موقع که میگن بیمار دچار بیماری دیابت شده حالا اگر که سطوع انسولین تحریک نشه این مقاومت به تدریج کاهش پیدا میکنه و اگر خوب ادامه پیدا بکنه حتی به جایی میرسه که این مقاومت انسولینی درمان میشه و بیمار دیگه نیازی به انسولین زدن نداره و انسولین شرایط رو بدتر میکنه مثل اینکه یه معتاد تریاکی هست بخواید با تریاک درمانش بکنید بدن نمیتونه انسولین ترشح بکنه روش رایجی که در پیش گرفته میشه اینه که به بیمار انسولین بزنه و میگن که هیچ وقت هم بیماری دیابت نوع دو درمان نمیشه اما چنین نیست و با پیروی از رژیم کتوژنیک پایین نگه داشتن سطوح انسولین و تبعیت از این سیستم تغذیه و روزداری میشه بیماری دیابت رو دیابت نوع دو رو درمان کرد این هم دلیل دیگری است که نشون میده نوع غذایی که ما میخوریم مهم هست بعد از ماه رمزون ما هیچ بیمار دیابتی رو ندیدیم که درمان بشه و بیمارای دیابتی نمیتونن اصلا روزه بگیرن با وجودی که این توصیه اشتباه هست بهشون توصیه میکنن که چندین بار در روز غذا بخورن مثلا پنج وعده غذا بخورن وعده کوچکتر اما با فاصله های کمتر بخورن اما با پیروی از این رژیم بیمارشون نه تنها قابل کنترل بلکه از اون بالاتر قابل درمان هست حالا ادامه میدیم و در مورد دیگر مزایای روزداری و خودخواری سلولی صحبت میکنیم خیلی وقتی که از طریق رژیم های دیگه وزن کم میکنن پوست اضافه میاره شکمشون مخصوصا وقتی که این کاهش وزن زیاد باشه مثلا سی کیلوگرم باشه چل کیلوگرم باشه به شرطی هم که اینها با شکنجه دادن خودشون با غذا نخوردن موفق بشن که این وزن رو از دست بدن عاقبت پوست اضافه میارن و این پوست ها همینجور بهشون آویزون میمونه اما وقتی که بدن خودخواری سلولی انجام میده همین پوست هایی هم که میبینه نیاز نداره همین ها رو هم مصرف میکنه و دیگه پوست اضافی نخواهید داشت خود من حدود 20 کیلوگرم وزن کم کردم و اصلا پوست اضافه که نداشتم هیچی وقت به وقتی هم که به وزن ایدالم رسیده بودم فقط یه سری خطایی مونده بود که همونها هم به تدریج برطرف شدن حالا راه حل رایج معمولا واسه این که این پوستا رو از بین ببرن چی هست میگن که این پوستا باید عمل بشه اصلا هیچ نیازی به عمل و اینها نیست فقط کافیه که سبک تغذیه رو اصلاح بکنید بعدا دیگه خودش میدونه که با این پوستای اضافی چی کار باید بکنه مسئله دیگه کیفیت پوست هست خودخاری سلولی که در نتیجه این رژیم رخ میده یکی از مزایای دیگرش این هست که پوست ما رو بهبود میبخشه چون که میاد مواد زائدی رو که توی سلول های پوست وجود دارن پاکسازی میکنه و پوست بهتری خواهیم داشت مورد دیگه این هست که ما با این رژیم تغذیه سالمی هم خواهیم داشت و همینجور که قبلا هم گفتیم توی قسمت های قبلی هر دو سال یک بار کل سلول های ما نو میشن و سلول های پوست ما دو ماه برای تجدید وقت لازم دارن چون که ما مواد اولیه خوبی رو تحویل پوستمون میدیم ظرف دو ماه پوست بهتری هم خواهیم داشت پس این رژیم برای پوستمون هم خوبه یکی دیگر از مزایای این رژیم و همچنین این سبک از روزداری این هست که بدن بالاخره به این فکر میفته که چربی هایی رو که برای روز مبادا ذخیره کرده استفاده بکنه اون روز مبادا وقتی که ما دیگه قندی مصرف نکنیم بالاخره فرا میرسه ولی اگر که همیشه قند بخوریم این روز هرگز فرا نمیرسه و همیشه ما بدنمون چربی بیشتری رو انباشته میکنه پس بدن میاد سراغ این چربی های اضافی و اینها رو آب میکنه کوچکترین نشینه که ما شکممون اگر شکم داشته باشیم کوچیک میشه این تنها یه بخشی از ماجراست چربی فقط اون چربی که شکل ما رو بد میکنه نیست چربی میتونه واسه ما کبد چرب بیاره عروق ما رو تنگ بکنه پس ما وقتی که این سبک روزه داری داشته باشیم بدن سراغ چربی های ذخیره در هر جایی که باشن میره از جمله کبد و رگ ها و اونها رو مورد استفاده قرار میده پس اینجوری ریسک سکته و کبد چرب هم پایین میاد و در واقع درمان کبد چرب هم همینجوری که درمان دیابت این رژیم هست درمان کبد چرب هم همین رژیم هست یک کم ممکنه عجیب به نظر بیاد رژیمی که بیشترین چربی رو داره کبد چرب رو درمان میکنه کبد چرب خودش به این دلیل ایجاد میشه که ما قند زیادی رو مصرف میکنیم کربوهیدرات زیادی رو مصرف میکنیم و این کربوهیدرات های اضافه در قالب چربی ذخیره میشن و در جاهای مختلف بدن ما قایم میشن و یکی از این جاها کجاست همین کبده و کبد چرب اینجوری تشکیل میشه وقتی که ما این رژیم رو دنبال بکنیم بدن سوخت اصلیش میشه چربی و وقتی که مدت زیادی غذای اضافی بهش نرسه از همون چربی ذخیره شده توی بدن استفاده میکنه از جمله چربی هایی که توی بافت های حیاتی ذخیره شده کاهش وزن توی این رژیم کاملا کاهش وزن سالمی هست اگر ما رژیم کربوهیدراتی داشته باشیم وقتی که گرست نمیشیم بدن میره سراغ بافت های و اونها رو تجزیه میکنه تا قند تولید بکنه یا میره سراغ بافت استخوان اما وقتی که ما بدنمون یاد بگیره دوباره برگرده به سیستم اصلی خودش و چربی استفاده بکنه و چربی رو بسوزونه وقتی که غذای جدیدی نخوردیم میره سراغ چربی های ذخیره و فقط چربی آب میکنه وقتی که ما از این طریق وز کم بکنیم از اولاد و استخون ما تحلیل نمیرن فقط و فقط چربی ها که آب میشن از مزایای دیگه روزداری این هست که ترشح هورمون رشد افزایش پیدا میکنه توی یه سنینی ما هورمون رشد رو دقیقا برای رشد لازم داریم اینکه قدمون افزایش پیدا بکنه اما وقتی که رشد ظاهری گذشت هورمون رشد کاربرد دیگش با اندام آسیب دیده است وقتی مثلا ما ورزش میکنیم و بافت های ازولانیمون شکسته میشن ما به هورمون رشد نیاز داریم برای بازسازی اونها توی بهبود از بیماری هم باز به این هورمون هورمون رشد نیاز داریم مزیت دیگه افزایش سطوح تستسترونه که تستسترون فقط و فقط برای آقایون نیست برای خانوم ها هم ضروری هست و این سبک رژیم و این سبک روزداری ترشح این هورمون رو افزایش میده مزیت جالب دیگه این روزداری این هست که تولید سلول بنیادی رو در بدن ترغیب میکنه یه تعریف ساده اگه بخوایم ارائه بدیم از سلول بنیادی این هست که این سلول ها مثل سیدی خام میمونن. اینها هیچ چیزی روشون نوشته نشده و هر جای بدن که سلول جدید نیاز داشت اینها میتونن به شکل اون سلول در بیان و اونجا استفاده بشن به این دلیل هست که ترغیب تولید سلول های بنیادی از طریق این رژیم برای ما مهمه یه مورد دیگه هم هست که البته در موردش بین علما اختلافه و اون هم سرعت متابولیسم بدن هست مثلا دکتر فینی از مؤسسه ویرتا همون مؤسسی که تخصصش درمان بیماری قند هست میگه که روز داری برای متابولیسم بدن مضر و سرعت اونو موجب کندی متابولیسم بدن میشه البته اینجوری نیست که فقط یه ایده شخصی رو بگه بر اساس تحقیقات میگه با این وجود دکتر بری و عده دیگری از پزشکان بر اساس تحقیقات جدیدتر میگن که نه تنها باعث کند شدن متابولیسم بدن نمیشه بلکه متابولیسم بدن رو تندتر هم میکنه و حتی درمانی هست برای کندی متابولیسم بدن و نظر بنده هم به نظر دکتر بری و امثال اونها نزدیکتره لینک این تحقیقات اخیر رو جداگونه نذاشتم اما توی ویدیوهای دکتر بری که نگاه کنید توی توضیحاتش لینکی هست به سه تا پژوهش که در این زمینه انجام شده و تاثیر مثبت روزه روی متابولیسم بدن رو نشون میده خب ما روش های مختلف رو برای این نوع روزه گفتیم و گفتیم که چه چیزایی این روزه رو باطل نمیکنه و یه سری از موارد محرزی هم که این روزه رو باطل می کنه و این رژیم رو در کل باطل میکنه گفتیم مواد سرشار از کربوهیدرات مثل مثلا برنج، سیب زمینی، قند، نوشابه، کیک اما یه سری موارد هستن که به این محرزی نیستن توی بعضی منابع اتفاقا همین منابع کتوجنیک میگن که چیزی که کالوری نداشته باشه روزه شما رو هم نمیشکنه ولی اینجوری نیست مهمتر اینه که سطوح انسولین تحریک نشن یه سری چیزا هستن کالری هم ندارن قندی هم ندارن اما با روزه رو باطل میکنن یکی از مثالاشون شیرین کننده های بدون قند هستن مثلا مثلا استیویا استیویا توی فارسی گویا شیرین گیاه ترجمه شده نوع دیگری از این قند ها زایلتال هست توی فارسی زیلتول فکر میکنم بهش گفته میشه شاید که زیلتول هم گفته بشه و اینها شیرین کننده های بدون قندن اما اینکه قند ندارن باعث نمیشه که ما روزمون دست نخورده باقی بمونه چون ترشح انسولین رو تحریک میکنن یه آزمایش انجام شده روی گروه های مختلف یه گروه یه محلول حاوی قندی رو توی, ده... توی, دهانش نگه میداره اما نمیبله یه گروه دیگه یه محلول شیرین رو که حاوی قند نیست توی دهانش نگه میداره هیچ کدوم از این گروه ها این قند رو این محلول شیرین رو نمیخورن اما همین مزه شیرین باعث ترشوه انسولین میشه بعضی هستن این چنین حساسیتی رو ندارن نسبت به اینها ولی خود من مثلا شدیدا به این مورد حساسم من چند مورد از این این شیرین کننده هایی بدون قند استفاده کردم و هر بار که استفاده کردم خیلی سریع بعدش دچار ضعف شدم چون که همون حالت خوردن کربوهیدرات رو واسه من بازسازی میکنه و بدنم انسولین بیشتری رو ترشح میکنه ولی اگر که مشکلی ندارید مسئله نیست میتونید ازش استفاده بکنید همینجور که گفتیم کره روغن مثلا روغن نارگیل و روغن زیتون اینها ترشح انسولین رو تحریک نمیکنن میتونید توی نوشیدنی هایی که میخورید بریزید با هم مخلوطشون بکنید و استفاده بکنید در صورتی که اینها کالری هم دارن و از عمده مزایای روزداری متناوب بهره مند میشین در صورتی که دارید غذایی میخورید و سیری مانایی هم دارید ولی غذاهایی که پروتئین بالا دارن مثلا مثل گوشت و اینها نمیتونید مصرف بکنید و یه کمی هم طبیعی به نظر میرسه به خاطر هم گذاشتم واسه آخر کار که بگم حالا که از توضیح اینها گذشتیم میخوام یه اپی رو هم بهتون معرفی بکنم یه برنامه موبایلی رو هم بهتون معرفی بکنم به اسم ورا با این برنامه میتونید ساعتهای روز داریتون رو دنبال بکنید و اینو تحت کنترل داشته باشید و حتی میتونید یه هدفی رو هم واسه خودتون تعیین بکنید مثلا بگید که 17 ساعت 18 ساعت من میخوام روزه بگیرم و این برنامه به شما نوتیفیکیشن میده یا به شما اعلان میده و شما خیلی راحت میتونید روزتون رو دنبال بکنید من خودم یه مدت این برنامه رو استفاده کردم یه حالت شبکه اجتماعی هم هست میتونید دوست پیدا بکنید و با دوستاتون یهطوری این ساعتاتون رو با هم مقایسه بکنید بعضی ها هستن یه جوری واسه خودشون چالش هم میسازن که چه میدونم 72 ساعت اینها روزه بگیرن و بعد این اسکرین شات میگیرن از این صفحه روی شبکه های مجازی پخش میکنن که بگن که ما حالا 72 ساعت اینها روزی گرفتیم اینقدر ساعت روزی گرفتیم یه اینجور بازاری هم تولید <تص> شده اما خودم موافق این کار نیستم و هیچ وقت هم چنین کاری نکردم و خود روزداری هم تا 72 ساعت مزایای واسش ذکر شده اما بعد از 72 ساعت تحقیقی چیزی نشون نداده که میتونه واسه بدن فواید رو داشته باشه و مزایایی رو در پی داشته باشه پس اگر میتونید اگر این توان رو دارید نهایتا 70 72 ساعت کافیه و خود من هیچ وقت حتی میتونم بگم به 25 ساعت اینها هم نرسیده که اون 25 ساعت و اینها هم ریزی شده نبوده مثلا ساعتی که باید خونه می بودم و غذا میخوردم اتفاقی خونه نبودم یه کاری داشتم بیشتر طول کشیده و دیرتر رسیدم خونه و دیرتر غذا خوردم و خوبی این رژیم هم این هست که اصلا سختی نمیکشید و راحت میتونید بدون غذا به زندگیتون بپردازید و کاراتون انجام بدید پس اگر میخواید روزه وسطتون مزیتی داشته باشه به این شیوه روزه بگیرید و هیچ سختی رو هم در طول روز متحمل نمیشید جالبه که برخوردم حتی توی شبکه خارجی هم مثلا یه موردش بود بی بی سی سایت انگلیسی بی, بی سی یه خانم <مسلمان> مسلمانی بود که داشت در مورد غذاهای مناسب برای روز میگفت و همین باور رایج اما غلط رو داشت بهش دامن میزد که ما برای اینکه بتونیم راحت تر روزه بگیریم باید مواد سرشار از کربوهیدرات بخوریم کربوهیدرات رو نخورید چون که فقط باعث ضعف بدنتون میشه و شکنجهی بیش نخواهد بود براتون هر روز روزه ولی اگر که غذای سرشار از چربه بخورید خیلی راحت میتونید روزتون رو کامل بکنید میتونید رکورد هم بزنید مثل همیشه هم لینک های مرتبط رو هم در آخر توضیحات همین پادکست گذاشتم میتونید میتونید بهشون مراجعه بکنید اکثر اینها از شبکه یوتیوب دکتر کنبری هست که یکی از پزشک های مورد علاقه من هست همین اخیر کتاب Lies My Doctor Told Me دروغ هایی که پزشکم به من گفته است رو خوندم که نوشته همین دکتر بری هست و جالب همینجور که مشخصه دکتر هم هست پزشک هم هست پزشک خانواده است و عنوان کتابش این هست واقعا انسانی است که دغدغه داره که آگاهی بخشی بکنه و شبکه یوتیوبی که داره و کانال یوتیوبی که داره همه مطالبی رو که توی کتاب گفته به رایگان داره و واقعا من خودم این کتاب رو که گرفتم توقع نداشتم آنچنان مطلب بیشتری داشته باشه فقط میخواستم تکراری واسم بشه و همچنین حمایت بیشتری از کار ارزشمندی که میکنه کرده باشم و اتفاقا چیزهای بیشتری داشت و مطالب بیشتری رو یاد گرفتم توی قسمت بعدی که در مورد کلسترول هست حتما از همون فصلی که در مورد کلسترول نوشته استفاده خواهم کرد و بسیار سبک نوشتار تنزی هم داشت و بارها و بارها بینش می زدم همینجور که داشتم این کتاب رو میخوندم در پایان هم اینو بگم که وقتی که میخواستم برنامه ریزی بکنم برای این قسمت احساس کردم که زیر پنج دقیقه همه مطالب رو بگم و بیشتر نگران این بودم که آهنگ شروع و پایان برنامه طولانی تر از مطالب بشه ولی وقتی که نشستم به یاداش برداری و سازماندهی مطالب دیدم که پنج صفحه یادداشت حاصلش شد و این شد که این پادکست این قسمت از اون چیزی که پیش بینی کرده بودم طولانی تر شد و امیدوارم که ازش استفاده برده باشید پیروز و کامیاب باشید تا قسمت بعدی خدا نگهدار